در مورد مصدومیت هم اون عکسی که حالا تو فضای مجازی پخش شده که اون لحظه که من مصدوم شدم یه ضربه از پشت به پام برخورد کرد، یعنی پشت کامل پشت نبود، شاید اگر کامل به پشت زانوی من ضربه میخورد شاید این اتفاق واسم نمیفته، حالا یه ذره رو به بیرون بود اون ضربه و باعث شد پای من به داخل بپیچه که این اتفاق واسم بیفته. اصولا وقتی که ربات صلیبی پاره میشه یه همون حسی که همون لحظه‌ای که این اتفاق میفته یه ضربه یه صدایی توی زانو ایجاد میشه که خود شخصی که این اتفاق واسش افتاده متوجه میشه، و اون لحظه که این اتفاق افتاد شاید مثل بار قبل نبود اون صدا. به خاطر همین من فکر نمی‌کردم شاید این ربات هم آسیب دیده باشه، چون میتونستم بدوم، حتی میخواستم وارد زمین شم که دیگه دکتر تیم جلومون گرفت. بعد از بازی سریعا پیش دکتر نوروزی رفتیم و امارایی گرفتیم و که متوجه شدیم ربات صلیبی من پاره شده، و به نظر من یه اتفاق خیلی بد واسه یه فوتبالیست این نوع مصونیته. امیدوارم که هیچ ورزشکاری دچار این مصونیت نشه. دارم رو پام کار میکنم که ایشالله بتونم ورمی که داخل زانوم هست برطرف کنم و آماده بشم واسه عمل جراحی. امیدوارم که بعد از این اتفاقی که واسه هم افتاده و بعد از عملم و برگشتنم به فوتبال بتونم لیاقت اینو داشته باشم که دوباره پیرن استقلال رو بپوشم و برای تیم استقلال زحمت بکشم که بتونم ایشالله هواداراشون رو خوشحال کنم، هوادارایی که واقعا واقعا تو این مدت مثلشون رو ندیدم. وقتی به ورزشگاه رفتم مورد حمایت هوادارا قرار گرفتم، و از همینجا هم تشکر میکنم از محمد دانشگر که اون پیرن رفت تو زمین و یه جورایی نشون داد که شاید رابطه من و محمد خیلی عمیقه، به خاطر رفاقتمون شاید این کارو کرده. ممنونم ازش، از همینجا تشکر میکنم ازش. جا داره تشکر کنم از بقیه بچه ها جوی احوال من هستن، اسمس میدم به من. امیدوارم که میگم که لایق همچین حمایتی از سوی همه بچه ها همه هوادارا باشم.